سرخط خبرها، بهبازهای ایران سوژه شبکه 11 صهیونیست‌ها. پیام رهبر کره شمالی برای ملکه انگلیس. توطئه شوم آمریکا علیه چین. و مقام رهبری ایران اعتراضات گسترده مردمی کار خوارج است. مشروع اخبار. بهبازهای ایران سوژه شبکه 11 صهیونیست‌ها. کانال 11 تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه در برنامه ویژه به توانمندی پهپادی جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در این برنامه ویژه که از مقامات امنیتی، نظامی و همچنین کارشناسان نظامی صهیونیست دعوت شده بود، توانمندی پهپادی ایران به زیر ذره بین رفت. مجری برنامه در ابتدا خاطر نشان می‌کند در حالی که بسیاری مشغول خطر هسته‌ای ایران هستند، اما تهدید دیگری به نام پرونده‌های بدون سرنشین پهپاد وجود دارد که خطر آن کمتر از تهدید هسته‌ای نیست. مجری در ادامه بیان می‌کند که پرونده‌های بدون سرنشین پهپاد کوچک و ساخت آنها ارزان است و این امکان وجود دارد که چندین پرونده از آنها را از فاصله هزاران کیلومتری به سوی اهدافی ارسال کرد، اما خساراتی که این پهپادها وارد می‌کنند می‌تواند برخلاف حجم کوچک آنها عظیم باشد. در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به برد 2000 کیلومتری پهپادهای شاهد 136، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که یکی از میهمانان این برنامه است، ایران را تهدیدی امنیتی برای اسرائیل می‌خواند. پیام رهبر کره شمالی برای ملکه انگلیس. به گزارش خبر 24، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 72 سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم ملکه انگلیس را تبریک گفت. جمعه دومین روز از مراسم‌های 4 روزه سالگرد به سلطنت رسیدن این ملکه 96 ساله انگلیس بود. کیم جونگ اون در پیامی در دوم ماه ژوئن خطاب به ملکه الیزابت دوم نوشت: در این روز ملی انگلیس به شما و مردمتان تبریک می‌گویم. انگلیس و کره شمالی در 2000 روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند. کره شمالی یکی از اندک کشورهایی است که ملکه انگلیس تاکنون به آن پا نگذاشته است. توطئه شوم آمریکا علیه چین. به گزارش مونیبان از خبرگزاری فرانسه، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا به گروهی از خبرنگاران اروپایی گفت حتی قبل از اینکه شی جین پینگ رئیس جمهور چین و پوتین رئیس جمهور روسیه در فوریه شراکت بدون محدودیت خود را اعلام کنند، چین امنیت اروپا، اقتصاد اروپا و ارزش‌های اروپا را به چالش کشید. این اظهارات شرمن در حالی مطرح شد که پیش از او رئیسش یعنی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در یک سخنرانی پکن را تهدید اصلی برای نظم جهانی معرفی کرد. مقام رهبری ایران اعتراضات گسترده مردمی کار خوارج است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال مرگ روح الله خمینی با انتساب اعتراضات گسترده و دامنه‌دار مردم ایران به خارج از کشور گفت که مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی امید بستن به اعتراضات مردم است. خامنه ای شنبه 14 خرداد مخالفت مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی را محاسبه غلط آمریکا خواند و مدعی شد ایرانیان خائنی با ارائه مشاوره اشتباه به واشنگتن اطلاعات نادرستی از واقعیت جامعه ایران به مقامات آمریکا عرضه می کنند. او در ادامه گفت کسانی که گمان می کنند مردم ایران رابطه خوبی با روحانیت ندارند ساده لوح هستند. رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که عده‌ای در فضای مجازی وانمود می کنند که کشور به بن‌بست رسیده است.